یه دقیقه نگه یه دقیقه سب کنم خوش بید. خیلی ممنونم. ممنون و چکر. اویسی عزیز، چقدر خوشحالم دوباره تو لس آنجلس میبینم. خیلی تشکر. کم به ما سر میزنی. خب دیگه به علت مسافرت سخت باش. ایرج میرزا میگه مسافرت سر قبرقا به میدان ونک خیلی سخت باشد. امروز هم مسافرت با هواپیما خیلی سخته. با کفشتو بکنی و بعد از زیر چیزهای الکترونیک رد بشی. حظ میکنم این طنزی رو که همیشه داری میبینم و هر وقت باهات صحبت کردم راجو هر مسئله بوده دنیایی از این مسئله ها و شوخی ها داشتی و لذت بخشه. اویسی جان، تابلوات رو در یک سالونی دارم میبینم که عمق و وسعتش بی نظیره. خیلی از تابلوات رو که کپی های مجددش هستش خب میشناسم، میدونم، قبلا با هم صحبت کردیم، میدونم ماجرا چی هست. اما اگر اجازه بدی میخوام گستاخی بکنم در مورد بعضی از کارهات. یک چیزهایی رو من لمس کردم که بیشتر میخوام راجبش آگاه بشم. اجازه میدی؟ بله خواهش. اویسی کاراش خیلی ساده شده. کارهای تازه‌ای که دارم میبینم خیلی ساده است. از اون تلالو رنگ ها، اون ظرافت های کوچیکی رو که به کار می بردی یا مینیاتور کاری هایی که گاهی وقتا می کردی با وجودی که خیلی قلمت خشن میره جلو کمتر دیده میشه. کارها ساده است، با یک خط. نمیخوام مقایسه بکنم، پیکاسو یه وقتی یکی از بهترین تابلوهاش رو که من میشناسم سه تا خط کشیده و یک بدن رو نشون میده. من کارهای تو رو اونجوری دیدم. چی شده؟ دوره جدیدی در کارت پیش اومده؟ تجربه جدیدی داری میکنی؟ یا سن که میره بالا آدم بی‌حوصله میشه؟ نه، اینی که وقتی که یه مدتی شما کار بکنی بعد به این نتیجه میرسه آدم که هرچی ساده تر حرفشو بزنه این بهتره. یه ضرب المثلی هست که less is more، یعنی شما فرق هنر و هنرهای دستی که در اصفهان و شیراز میکنن، شما اگه نگاه کنید خیلی اونا پرکارن، ولی وقتی که به اصطلاح کار هنرمند میاد، مخصوصا بعد از یه مدتی که همه جور کار کرده و سنش هم به یه سنی رسیده که دیگه اون بالا هاست، ساده میشه. در نتیجه از سادگی شما میتونید بشناسید. در جوانی آدم میخواد همه چیز رو بگه، ولی کن وقتی که پخته میشه باید شما یکی یا دو تا رو بیشتر انتخاب نکنید و به سادگویی آدم میرسه. در نتیجه من هم به این نتیجه رسیدم که هرچی ساده تر آدم باشه کارش رو هم بیانش جالب تره، منتها مردم اکثرا به پرکاری علاقه مندن، در صورتی که اونهایی که فهمیدن و وارد به امور هنری هستن متوجه میشن که تمام هنرمندان بزرگ وقتی که به یه سنی ازشون میرسه ساده میگن. همینطور که در فرهنگ ما اگه شما نگاهی به اشعار حافظ بکنید، سعدی بکنید و بعد هم به قالی ایرانی و بعد به غذای ایرانی و به کاشیکاری ایرانی، پره، همه جای ما پره، در صورتی که ما در ایران بیابان هم داریم. خب بیابان هیچی نداره ولی اصفهان پره. در نتیجه بیابان هم برای خودش یک حرفی داره. در نتیجه من به این نتیجه رسیدم که الان به یه سنی رسیدم که فکر میکنم که اگر با دو تا خط آدم بیشتر هم کارهای من مثلا در یه رنگ و یا دو رنگ میشه یا خطهای خیلی ساده میشه.
درسته که من اگه اینطور فکر بکنم که شما به این نتیجه رسیدی که سادگی بهترین فرم عرضه است؟ بله درسته، سعی میکنم، ولی کن فرهنگ ما یه جوریه که اگه خیلی شما ساده بگین میگن طرف وارد نیست و ناشی. در نتیجه من بعد از اینکه این همه تجربه پیدا کردم به این نتیجه رسیدم که اگر که رنگ هامو محدود بکنم و خط هامو محدود تر بکنم خیلی برای من جالب تر میشه. من این حرفی که زدید منو یاد ماهی افت انداختش توی حوضچه ها. وقتی ماهی کوچولو نگاش میکنیم میبینیم دهنش تند و تند و تند تکون میخوره، ولی ماهی ها که بزرگتر میشن کالا. اتفاقا راجع به ماهی گفتی یه چیزی به تو شما بگم، و اون این است که من تو ژاپن بودم، یه کسی یه جوانی که کارای منو خیلی دوست داشت من دعوت کرد به خونش، گفت بریم دیدن مادر بزرگ من. ما رفتیم، یه زن 90 ساله بود، برای من بهش گفتم من خیلی دوست دارم ماهی و این چیزا ببینم. گفت این مادر بزرگ من یک حوضی داره، پاندی داره که توش ماهی. و ما اونجا که رفتیم، این رفت کنار این چاله به اصطلاح ماهی ها، یه اسمی رو به نام میتسو یا همچین چیزه صدا کرد، یک ماهی خیلی بزرگ ولی خیلی آرام. بله. همینطور اومد بالا بالا، این یک غذا بهش داد و مثل سگ دستش برد نازش کرد. عجیبه. و من خیلی تعجب کردم، دیدم که عجیبه، حتی حیوانات هم و ماهی هم که ماهی جاق ندیده بودید، اینها احساسات دارن، زبون دارن، منتها ما هنوز کشف نکردیم. یعنی ایجاد رابطه یک انسان و ماهی دریا انقلابی بود. بله. و به همین علت هم همینطور که ما سیمرغ مادر ما ایرانی ها هست، مادر ژاپنی ها ماهیه که از دریا در اومده. من تو آثارشون نگاه خیلی بسیار سفر باید کرد. و این که چند تا کار تابلو کشتم، فقط تلاس و سه تا ماهی با سایه هاشون توی آب. اتفاقا جلسه قبلی که خدمتتون بودم، یک دوره‌ای بود که شما در کارتون ماهی زیاد داشتید و پروانه. بله. ولی این دفعه این دوتا رو ندیدم. بله. باز رجعتی کردید به اسب. بله. و اسب ها رو که در اون جلوی فورگراند تخت جمشید بله گذاشتی. بله. من دلم میخواد تو شما تفسیری از این تابلو واسه من بگید. همش نشون میده. و اون این که من به وسیله اسب گفتم، اسب ها همه یراق و زین دارن، ولی اسب سواری وجود نداره. اینم یه نوع سادگیه. اما چطور شدن اسبا سواران؟ اینکه حافظ میگه سواران را چه شد، پشتش هم تخت جمشیده و غروب آفتابه، یک حالت به اصطلاح دراماتیکه، ولی کن شقایق هم هست زیر پاشون. من چیز حتی دراماتیکم در زیبایی میتونم نشون بدم، نه اینکه در به اندازه کافی چیزهای وحشتناک در رادیو و تلویزیون ما میبینیم. ولی من این فکر خودم یا انعکاس کار خودم رو همیشه سعی میکنم با زیبایی تو هم بشه. خیلی زیباست برای من که میبینم با وجودی که به قول خودت میگی سنی گذشت، انسان به سادگی نگاه میکنه و همه مسائل رو اونجور که هست بهش نمیپردازه، بلکه یک گذر کوچکتری ازش میکنه، اما الان در کلامت دنیای عشق وجود داشت و به ادبیات ریختی. چرا عشق کم نمیشه؟ واقعا همینطوره، برای اینکه به این نتیجه رسیدم که میگه کوه در رقص آمد و
چالاک شد و در عشق همینطور که در اشعار شعرهای ما هست همه چی. شما اگر که مردم رو بیشتر بشناسید و عاشق اونا بشید هیچ وقت جنگ نمی کنید، همیشه صلح و دوستی به وجود میاد. و به عقیده من حتی گیاهام هم حس میکنن که عشق، اگر صاحبشون به گیاهاشون عشق داشته باشه اینا بیشتر باربر میشه. من این رو 100% قبول دارم کاملاً، چون گلای خود من وقتی که سفر میرم پژمردن و وقتی برمیگردم همه زنده میشن. و بعدم حیوانات چقدر، چون با نگاه میتونین حیوانات رو رام خودتون کنید، برای اینکه این عشق شما در امواجی که از شما ساطع میشه اونا دیگران میگیرن. شما اکثرا تو بعضی از مجالس رفتی بی خودی از یک کسی خوشت میاد، برای اینکه اونها انرژی و امواجی که میدن با تو هست، با محبت شما این رو حس میکنید. واقعاً انرژی هست یا یک چیز ارتباط فیزیکی آنیه؟ نه انرژی. شما اگر که توجه بفرمایید، اشخاص مثلا شما عاشق یه هنرمند میخوای بری با این نزدیک بشی و آشنا بشی، میدونی چرا؟ بلکه میخوای نزدیک بشی از انرژی اون که به تو میگه استفاده بکنی. همینطور هم رهبران مذهبی هست، همینطور هم درخت ها هستن، همینطور کوه ها هستن که با عشق به اصطلاح تو هم هستن. و به همین علت به اصطلاح مولانا اینقدر به عشق اهمیت میده و همینطور به زندگی. بله. و این زندگی رو من در تابلوهای تو هم میبینم و عشق رو در تابلوهای تو هم میبینم. بله. میبخشیدم بهت میگم به تو، برای اینکه به من اجازه دادی که باید اینقدر سعی باشم. اوویسی جان، عشقی که در تابلوهای انسان حیوان تو وجود داره، جایی که یک انسان هست و یک حیوان که بیشتر اسبه، من وقتی که به نقطه چشمهای اونها خیره میشم به تنهایی، چشم انسان رو که نگاه میکنم و بعد وقتی که میرم به چشم اسب نگاه میکنم، در هر دوشون یک تلألو یگانه میبینم، نه متضاد. کاملا درسته. چشمای اسبای منم مثل چشمای آدم هاست و توی نگاهشون عشق نشون داده میشه. و همینطور هم در پرنده ها یا حتی در انار و در حیوان نباتات، اینا همه به هم ارتباط داره. و به همین علت آدم باید به اطراف خودش بیشتر نگاه کنه، به حیواناتی که اطراف خودش هست بیشتر نگاه کنه، حتی به سنگ. مثلا در این مذهب بودا یک سنگهایی هست به نام سنگهای دانشمندان که اینها رو رومیز میذارن و به این خیلی نگاه میکنن. شما از بالا به این سنگا نگاه میکنی، حس میکنی یه حالت پرواز به شما داده و شما از روی کوه دارین حرکت میکنی. این رشته سنگ به قدری مهمه که هنوز در فرهنگ ما کشف نشده. به سنگ نگاه کردن خودش عشق میکنه. و اینها منتها چون که خونه هاشون کوچیکه، سنگ هایی رو انتخاب میکنن. الان شما در واشنگتن برین یه موزه سنگ میبینین که به نام سنگ های دانشمندان. اینا سنگ های تیکه کوچیکه ولی حالت چیزهای که مثل یک کوه بزرگیه ولی کوچیک شده. یعنی با نگاه در او باید کشف بکنی، کشف بکنی الان هم خودش و هم سنگ و هم طبیعت و هم عشق رو با نگاه. همین کاری میکنی قبل از که تابلو بکشی؟ بله من هم یه خونم رو یه جوری درست کردم، پرنده ها میان، گل هست، سنگ هست و با این محیطی است که من دوست دارم. من تو خونه ای تو گل یخ دیدم که خیلی وقت بود ندیده بودم. بله اینه که گل یخ ما آوردیم، همه چیزهایی که در ایرانه آوردیم تو دنیای خودم. به همین علت هم بودا اینو میگه که بهشت و جهنم شما تو همین دنیاست. شما باید خونتون رو اونطور که میخوان
یک دنیای کوچیکی برای خودتون درست بکنید. در نتیجه این دنیای کوچیک هر کسی هم بهشتشه هم هم جهنمشه اگر که ناجور باشه. یکی از کارهای قشنگ این دوره که دیدم در عین سادگی و انتخاب دورنگ کوتاه، دورنگ ساده، زمینه بسیار تیره و دو رنگ آبی بله آبی و بعد با شکوه ترینش این بودش که اسم تابلوت رو به صورت ابر نوشته بودی. بله اسب. این همه سادگی. اصلا ببینیم 40-50 تا اسم هست در ایران که با اسب شروع میشه. لخراسب، گشتاسب، کسانی که دارای 100 تا اسب بودن، کسانی که 1000 تا اسب بودن، اسب قوی بوده، اسب زرد. و ما ایرانی ها با اسب بزرگ شدیم و من فکر میکنم اسب مادر فرهنگ و تمدن ایرانی. باید اینها رو دوست بگیم. شما سوال شنیدین یه اسب یه آدم رو بکشه و اسب طرف هم بکشه؟ نه، ولی اسب انسانی رو خیلی سراغ دارید. هم اسب طرف رو کشتن هم خودش. درست میگی. چه عشق در چشمای اسب ها. همینطور اویسی یه عمری با اسب زندگی کرده و من مطمئن هستم که اگه بخوام راجع به اسب باهاش صحبت بکنم ساعت ها میتونه صحبت بکنه. مخصوصا حالا یه معماست برای من. من این معما رو باید واسم روشن بکنی، برای اینکه هر وقت این کتاب تو باز میکنم، کتاب تو من همیشه رو میزم دارم، باز میکنم به این مسئله که میرسم دقت میکنم. هر جایی که در تابلو زن هست شما اناری هم داری. حالا در تابلوهایی هستش که زن وجود نداره، اسب تنها هست، ولی در اونجا انار داری. آیا این میخوای بگی این اسب ماده است یا چیه؟ ببین تکلیف من روشن بکن. خیلی معماست این حرف این کار تو. ببینید اگر انار باز باشه و دونه هاش باز باشه، یعنی طرف ازدواج کرد. اما اگر انار باز نشده بوده، یعنی هنوز پاک و ساده است و هنوز ازدواج نکرده. آیا این به مسئول به مذکر و مؤنث بودن اسب هم مربوط میشه؟ بله، در تابلوی که هست حتما. در نتیجه این رو این چیز خود منه، در نتیجه اون اسبی هم کشیدم با یه انار، یعنی این هنوز یه اسبی است که ازدواج نکرده و بچه دار نشد. باره کردم واقعا برام مشکلی بود. چندین و چند بار هی هر چی خواستم که راجبه چیزی بفهمم نفهمیدم. یه چیز دیگه هم توی تابلوهای این دورت دیدم در این نمایشگاه که یه تک تابلوه و تا حالا ندیده بودم. یه گربه ایست نشسته وسط یک تابلوی نقره‌ای و حروف برجسته شعری رو دقیقه از ایران که ایران شد. ولی من گربه ای داشتم که این گربه تو این کتابم و عکسش هست و اینها. این گربه من روزا که می رفتم تو باغ و راه می رفتم این با من می اومد و خیلی من به این علاقه داشتم. ولی کن می دونی عمر گربه ها 15-16 سال بیشتر نیست. این وقتی که مرد به قدری من ناراحت شدم که اولا سیبیلی که داشتم سالها زدم، یه حالت تغییر تو قیافم دادم و بعدم از اون به بعد دیگه سعی کردم نبینم و این رو تابلو رو بعد از اون جریان کشیدم به نام گربه ایرانی و به همین علت هم این شعر دریغ از ایران که ویران شود روش گذاشتم برجسته. پس این گربه تنها فقط همین یک دونه هست و به همین علت، نه به هیچ چیز دیگه. نه نه نه. بعد این بعد از اینکه گربه من اولا در دانشگاه IMP با یک کسی که در اونجا درس میخوند بود بعدن اووردش من گرفتم و بعد از مدتی این فوت کرد. اویسی هر وقت من دیدمت شاد دیدمت، میخندی و در نگاهت دنیای عشق و محبت هست.
اما نمیتونم حتی تصور نکنم که اوویسی هم ممکنه که ناراحت بشه، اوقاتش تلخ بشه، دل پری داشته باشه، بخواد فریاد بزنه. آیا هست؟ با دل گریان لب خندان بیار. در نتیجه آدم هم حس داره، آدم فکر میکنه، ولی کن من عقیده دارم که یه کسی گفته که مسنجر جوی هستم، یعنی من القا میکنم شادی، ولی تو همون شادی هم نکاتی هست که آدم بایستی بیشتر دقت کنه. یکی از چیزهای قشنگی هم که باز این دفعه در کارهات دیدم شادی است که روی کروات‌هات و روسریات آوردی. بله، ولی که این نه، این رو که از قبل داشتیم. بله. این خلیج فارس رو که از قبل داشتیم، ولی کروات‌های جدید رو دیدم که مخصوصا الهام گرفتم از کارهای کوروش و بله. پاسارگاد و بیستون. من فکر میکنم که الان جنگ فرهنگ هاست و فرهنگ ما یکی از فرهنگ‌های مادر دنیاست و ما میتونیم تو همه کاری به اصطلاح خودمون خلق بکنیم، نگاهی به کشورهای پاریس و لندن و نیویورک نکنیم. همیشه نشستن با اوویسی لذت بخش بوده. سوالی هستش که من مطرح نکرده باشم و دلت بخواد یه چیزی رو بگی؟ نه، چیزی دیگه. شما همه چیز رو سوال کرد، بهتر سکوت باشه. سکوتم خودش بله. سادگیه. بله، برای اینکه از همه چیز از سکوت رو پیش وجود میاد. تا سکوت نباشه صدا نیست. برای اینکه مهمانی سکوت وجود داره. یعنی من خوندم که یه دانشمندی با شاگرداش میرفتن رکوع و اونجا ساعتها سکوت میکردن و به سنگ و آب نگاه میکردن. مرسی اویسی. خیلی ممنون. مرسی.